درود خدمت همه شما عزیزان، آقا پیمان عزیز و همه بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه لایو شبانه پیمان بهبودی عزیز. سال نوتون مبارک. خب من درود میفرستم خدمت همه شما بینندگان عزیز آقا صادق گل. ما بذارید دومین میهمان عزیز ما هم بیاد بالا امشب، خلاصه قرار بتر کنیم دیگه. خیلی خوش آمدی صادق جان، خیلی خوش آمدی، ممنونم. شما بینندگان عزیزم از اینکه به ما افتخار دادید امشب، یعنی در واپسین لحظات سال 1402 هم قرار کنار ما باشید، ما از این بابت خیلی خوشحالیم، مخلص شما هم هستیم. یه مهمان طناز دیگه هم داریم که قول داده بود که امشب هم هست حتما تو برنامه ما. من فقط ازش خواهش میکنم که حتما الان درخواست بدن که بیان بالا. فرشاد عزیز، ما امشب خالصه میخواییم یک داستان عید سیاسی اجتماعی تنظیم ما رو مخلوط بکنیم و تقدیم مردم عزیز ایران بکنیم. بیا دیگه فرشاد. نه فرشاد هست، الان من دیدم نوشت درود، ولی خب الان این درخواستشو باید بده که ما ایشون رو بیاریم بالا. خواست افادم فرشاد بیا بوجه فرشاد. خیلی مخلصم، کامنت ها عالیه، دمتون هم گرم. به درود بر شما. چکرم صادق جان، چطوری؟ پیمان جان چطوری؟ خیلی فرشاد جان، شما هم خوش آمدید. تشکر میکنم از شما از اینکه امشب هم دعوت ما رو پذیرفتید، هم شما هم صادق. علیرغم اینکه جفتتون دیدم حسابی هم سرتون شلوغه، صادق امروز بعد دیگه سر شلوغ بود، هنوز کاورای ما رو، کاور امشب رو آماده نکرده. داشتم آماده میکردم. فرشاد خیلی خوش آمدید. من همین الان قبل از که برنامه رو شروع بکنم داشتم اون پیام عید شما رو میدیدم، یه جورایی یاد خامنه ای افتادم. امسال ضمن درود به همه بینندگان عزیز و خوبتون، با درود به خدمت صادق عزیز و درود به شما آقا پیمان عزیز، خدمت شما رو کنم. امسال من دیگه گفتم برای چقدر این خامنه ای اینجوری پیام میده، یه بار ما پیام بدید ببینیم چیه برای. آره خیلی جالب بود پیامی که فرستادی. ما هر سال خلاصه به قول گیلک مال خامنه ای رو نگاه میکردیم، امسال ولی مال تو رو نگاه کردیم. سال چی نامگذاری کردی فرشاد؟ سال چی نامگذاری کردی؟ امسال رشد امسال. آره امسال سال جاویج ملی. جاویج ملی و باز کردن مضاعف. اتو باز کرده. آره جاویج ملی و باز کردن مضاعف، البته ملت، برای ملت نه، برای حکومت. بله. خب اجازه بدید من یه بار دیگه درود بفرستم به شرف شما بینندگان عزیز. لطف بکنید دیگر دوستان رو هم دعوت بکنید حتما امشب بیان و مهمان این برنامه ما باشن. درسته ما اینجا آجیل و پسته و نمیدونم موز و شیرینی و اینجور چیزها نداریم، چون واقعا وس ما نمیکشه دیگه. ما مثل آخوندهای حرامزاده نیستیم که یکی بیاد عرضم به حضور شما امضای ما رو جعل بکنه، 1000 میلیارد بریزه تو حساب ما و زمین ازگل بالای شهر بریزه. نه، ما اینجور داستان ها نیست. ما هر سه نفرمون اینجا حسابی کار میکنیم و حالا بتونیم دخل خرجمون یه جوری سر ما جور در بیاریم، واقعا جای شکرش هم باقیه. ما مثل اون حرامزاده ها نیستیم که از حق مردم بخوریم و مشخصا امشب رو بخوایم سفره‌هامون رو الوان بکنیم و بچه های لندهور رو هر کدوم 200 کیلو 300 کیلو رو دور این سفره لم بدن و آجیل و پسته و شیرینی و کوفت و زهرمار بخورن. آن وقت 80 میلیون مردم ایران، من امروز داشتم با قشر کارمند جامعه که واقعا اوف بر رژیم جنایتکار آخوندی صحبت میکردم، میگفت که باور کن من امسال نوه و نتیجه و دختر و پسر رو دعوت نکردم، چون واقعا توانش رو نداشتم و خجالت میکشیدم اینها بیان و من نتونم عیدی به نواهام بدم. خدا لعنت بکنه این رژیم جنایتکار آخوندی رو که ببین وضعیت مردم رو به کجا کشون. من فقط اجازه بدید قبل از که برنامه رو شروع بکنیم دوستان، من یه بار دیگه درخواست بکنم، من کامنت ها رو بستم که عزیزان بتونن
آره بتونن راحت برنامه ما رو ببینن. من فقط میخواستم این دعای تحویل سال 2583 رو یکی از دنبال کنندگان برنامه برای من فرستاده، خیلی هم خواهش کرد، ایشون هم بازنشسته و فرهنگی بازنشسته است، گفت ما همین الان همه دور هم نشستیم و داریم جای شما خالی چای میخوریم و میخوام خواهش بکنم که این رو شما حتما در همین واپسین لحظات سال 1402 که داریم وارد سال 1403 میشیم رو برای بینندگان عزیز اینجوری حسابی به صورت شاهنشاهی بخونید. باشه چشم، من این رو بخونم و میخوام یه سری سوالا رو با شما شروع بکنم. امشب برنامه های زیادی داریم. من بازم خواهش میکنم از بینندگان عزیز زحمت بکشن این لایو رو حتما بر دیگر دوستان هم بفرستن و شما هم میخواستم خواهش بکنم اگر ما سه نفر در طول این سال خلاصه سعی کردیم تلاش کردیم که ساعت خوبی رو، اخبار خوبی رو، برنامه های خوبی رو به سمت نظر شما برسونید، تبریک هم خلاصه به ما بگید. آقا خاموش بکنید، چی دارید صدا از پشت صحنه داری میاد؟ عرضم به حضور شما یه پیام تبریک هم خلاصه برای ما همین الان این پایین بنویسید دیگه، بذار ما حجم کامنت همون امشب بره بالا. این دوست عزیز ما اشتراک بذارید، اینکه اشتراک هم بذارید دوستان زیادی بیان ببینن. دقیقاً. خب دعای تحویل سال 2583 شاهنشاهی. خدایا امسال نسل آخوندها را از بین ببر. آمین. سایه شوم جمهوری اسلامی را از سر این مملکت بردار. الهی آمین. حاکمان ظالم و ستمگر را نیست و نابود بگردان. الهی آمین. مردم ایران را از بند این بیگانگان غیر ایرانی آزاد کن. شادی و سلامتی و ارزانی و پیشرفت و غیره رو برای ایرانیان به ارمغان بیاور. واقعا من فکر کردم الان میخوای عین خزائیه که دعای اشتباه خونده بود، گفتم شاید میخوای تو هم اون دعا رو بخونی. این دعایی بود که یکی از فرهنگیان بازنشسته نوشت، خیلی هم جالبه، این آخریاش هم به دل نشست. نه این چیزایی که نوشته بود خیلی جالب بود، حرف دل مردم بود. البته این پیمان جان این دعا 6 تا مورد دعا بود، 4 تا شبیه هم بود. ولی خدا متوجه شد که بالاخره باید آخونده رو امسال از بین ببره. نظر من من اجازه دارم ببخشید. میگه که دست هایی که کمک میکنند بهتر از لب هایی هست که دعا میکنند. به نظر من کار ما از دعا گذشته. anyway دوستانی که دعا میکنند همچنان دعا بکنند، اشکال نداره. صادق عزیز در جریانه، اونجا امامزاده، انزلی امامزاده میرفت اونجا، حاجی نجفی مردم اونجا پول میدادن دعا میکرد. ولی هرگز حاجی نجفی و امام رضا و دانعلی و خاریمام و نمیدونم اینا نمیتونن، این آخوندها رو عارف نیستن. فلزا میفرماد که بحثی وارد عرصه شد، وارد میدان شد، واقعا از مخالفان های مدنی بگیر، مبارزات اعتصاب و اعتراض و همه جور، تا بتونیم کمر این حکومت واقعا شکسته بشه. حالا دعا هم حالا باشه، اوکی من دعا هم. خب من یه خبری به شما بدم، به خاطر اینکه هم شما هم بینندگان عزیز یه جورایی خوشحال بشیم. اولا که ما ارتباطاتی که با این سندیکاهای مختلف داریم، گروه های مختلف داریم، ما بعد از سال جدید که چند ساعت دیگه خلاصه آغاز خواهد شد، این مجموع اقدامات میدانی این گروه ها، یعنی گروه های کارگری که خبر دارید هم چند ساعت به ساعت گذشته این حرامزاده های وزارت کار، مشخصا خود شخص وزیر حرامزاده تعاون و کار، اینها آخر نگذاشتن که یک قانون این حقوق سال جدید به نفع کارگران بسته بشه، که اصلا دیدید نماینده های کارگران نصف کاره قهر کردن گذاشتن رفتن و خود وزیر کار گفت با مسئولیت خود من همین قانون پشمالوایی رو تصدیق بکنید بره برای سال دیگه. این الان خشم کارگرها رو واقعا برافروخته و بچه ها الان آمادگیش رو دارن به محض اینکه سال تحویل بشه به جای اون نارنجک پارنجک به همه میندازن اون چیه اونجور داستان ها رو، قرار جای دیگه خلاصه نارنجک ها رو جای دیگه بندازن و این اتفاقات به زودی رخ خواهد داد. هم بازنشستگان واقعا الان دیگه طاقتشون تاب شده و هم
این کارگران عزیز ما حقشون نیست. شما اینها رو هی امروز فردا کردی، اول اینکه سبد کالاییشون رو بهشون ندادید، اون قول نمیدونم خرید آجیل پاجیل رو بهشون ندادید، تو سرتون بخوره. یکی هم اومد گفت می‌خواستم بن رفاه به ما بدن، رفاه کلا الان یه هفته است که تعطیل شده. خب ببینید اینا چه حرامزاده ای هستن. بعد من امروز یه فیشی رو نمیدونم گذاشتم نمیدونم شما تو رادیو تلگرام دیدید که یک نفر تو اهواز کارمند آب و فاضلاب بود، خودش رو به آتش کشید، گفت که اینا اومدن از حق حقوق ما برداشتن به مدیران دادن، حسن انجام کارشون و ماموریتشون و ایدی و پاداش و آجیل و کتشلوار و کوفت و زهره ما رو دادن به اونها، بعد تازه اومدن به ما حقوق مثلا برج 9 و 10 و 11 رو دادن، تازه 12 و اینها رو هم ندادن. اینها اینقدر حرامزاده هستند و هیچ اصلا به فکر مردم ایران نیستن، چون اینها واقعا ایرانی نیستن دیگه. الان این آقایی هم که این دعا رو کرده بود نوشته بود که مردم ایران رو از بند این بیگانگان غیر ایرانی آزاد کنه. پس این اتفاقات قرار رخ بده، خیالتون جمع باشه. یعنی ما یعنی من به شخص امیدوارم که چند ماه از سال جدید گذشت دیگه مجموعه اقدامات به قول آقا فرشاد اقدامات عملیاتی و خیابانی باشه بر علیه این رژیم. البته این رژیم میگم دیشبم یکی برگشت به من گفت که آقا شما اصلا خودتون هم هیچ کاری نکنید، رژیم داره کاری با خودش میکنه که سریعاً دیگه سرنگون بشن و این اتفاق به زودی خواهد افتاد. دقیقاً این ببخشید این رژیم واقعاً به نقطه خود براندازی رسیده. یعنی اصلا نیاز یه موقعی هست میبینی که به قول ساده خوسه را خوردن داره، یعنی یه موقعی هست یارو میبینی اصلا دیگه خودش داره خودشو نابود میکنه، اصلا نیازی نیست تو کاری باش بکنی، میدونی؟ آره این رژیم به این نقطه رسیده. حالا امیدوارم که اتفاقات خوبی هم بیفته، مردم هم پوش بکنن که دیگه واقعا من امیدوارم که 2584 رو ما در رشت در استان گیلان، چون هر صدامون گیلانیم دیگه بالاخره، در استان گیلان با هم برنامه بذاریم و روی استیج و مردم بیان اونجا کلی با هم بخندیم در میدان شهرداری و خدمت شما، حالا یا میدان شهیاد تهران. من خیلی امیدوارم به این مسئله که 1404 رو 1404 رو ما در ایران عزیزمون باشیم. من خیلی امیدوارم. من چی بگم؟ بعدم خیلی امیدوارم. بفرمایید جان. اینکه الان توی این قاب ما سه تا گیلانی هستیم، خیلی ها درخواست کرده بودن که آقا ما سه تا سه نفر چه اتحاد نداریم. از همینجا بگم ما پشت صحنه تلفن با هم دیگه میزنیم، با هم دیگه در ارتباط هستیم، ولی خب فرصت نمیشد ما سه نفر با هم دیگه بیایم و برنامه اجرا بکنیم. و این سه نفر که الان اومدیم شاید یک اتحادی هستش، دیگران یاد بگیرن این اتحاد رو. ما این اتحاد رو داشتیم، داریم و خواهیم هم داشت و امیدوارم که اپوزیسیون هم چنین اتحادی رو یاد بگیرن. و تا اتحاد نباشه من فکر نمی کنم اون هدفی که الان فرشاد گفتش ما به اون هدف برسیم. این اتحاد خیلی خوبه، ما اتحاد همیشه داریم، ما گیلانی ها اتحاد داریم. امیدوارم همه ایران اتحاد رو داشته باشن تا بتونیم این رژیم رو سرنگون کنیم. درود دارتون فرشاد، چیزی بخوایی بگی؟ نه من چیزی ندارم فعلا. خب من چیزی به شما بگم، من همین لحظاتی قبل دیدم بچه های ما تو رادیو تلگرام، تو رادیو گیلان، یه دوتا تصویر گذاشتن که تو این دوتا تصویر یک دنیا حرف بود. میخوام الان از شما بپرسم، شما چون هم از خرمای عراق تناول کردید، هم از ترش و کلوز گیلان، این سوال یه جورایی به شما هم ربط پیدا میکنه. البته جهت مزاح هست کرد، چون شما هر کدومتون برای اینکه برسید به اینجا از این ترکیه خلاصه رد شدید و داخل گیلان هم بودید، به خاطر اینکه حالا اینها زیر آب شما رو نزنن، ممنوع تصویر و ممنوع کار و ممنوع پخش نشی. خلاصه هر بارم یه دشت کربلایی رفتید و یه دوتا خرمایی هم خوردید. به این مناسبت از شما پرسیدم. امروز من یه دوتا تصویر دیدم از مهران، شهرستان مرزی بین ایران و عراق، و یه تصویرم این ور دیدم که بچه ها پشت بچه ها که میگم این مردم همیشه در صحنه ما پشت مرزهای ترکیه آماده بودن که مرزها باز بشن، اینها شب عید رو
شب عیدی رو که یک زمانی همه ما آرزو میکردیم اون ساعت برسه، بریم خونه پدرانمون، خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ، دور سفره بشینیم و تلویزیون رو نگاه بکنیم و طنزاشو ببینیم و لبخند بزنیم و آن روز تا پاسی از شب بیدار بمانیم و بگیم و بخندیم و خاطرات تعریف بکنیم، الان یک جوری شده که مردم ما از دو طرف دارن فرار میکنن. این طرف که اینهایی که دارن میرن ترکیه دمشون هم گرم، نگاه مردم آزادن هر کاری بکنن، من شما اصلا کاره ای نیستیم بهشون بگیم اینا چرا اینوری دارن میرن، اونا چرا اونوری دارن میرن. اما اگر تنها اینوری ها بود که شاید هم نقد بر ما مردم ایران بود که چقدر خوشگذرانیم، چقدر فلانیم و اینها، ولی من الان میبینم که بس اعتقادی هم هست. یعنی اون عزیزانی که اعتقادی هم هستن به خدا و پیغمبر و ائمه و اطهار هم علاقه دارند، علاقه به این رژیم جنایتکار فاسد ندارند و در این واپسین ساعات پایانی 1402 یه جورایی میخوان فرار بکنن، برن مثلا به کابوس آقاشون، حالا سر اعتقادات خودشونه میخوان برن کربلا، این برام اینا میخوان برن این بر، خلاصه دوتا دیسکوی، دوتا شکاری، دوتا الکلی، دوتا نخودی فلانی اینها، جاویدی میخوام اینو از شما بپرسم، واقعا در این 45 سال این رژیم چه بلایی سر مردم آورده که هم مذهبیاش هم غیر مذهبیاش در چه میدونم یک رسم باستانی خودشون هم که شده ترجیح میدن داخل کشور نمانند و در آن ساعات پایانی از کشور فرار کنن. میخوای اول بالا فرشاد جواب بده؟ بله آقا فرشاد خواهش میکنم خدمت با ساده درس بکنم که طنزش کنم یا دقیقاً طنزش کنم. باشه اوکی، ببین بذار اینطوری بده، اول که به خوده یه ذره هد بده چجوری؟ اوکی هد بده این بالای سر یه ذره پیشانی معلوم نیه اما دلیل تو مونوی تو چیز مناسب خوبه پیشانی چی میشیم این پیشانی بلنده این پیشانی بلنده به خاطر همین من... تو با پیمان من علای سر خلوتیان چه بشو الان میگم چه بشو یعنی چی چرا تو من خودم دن درم که خوب تو 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 خوب دیگه ما چیزی نداریم دیگه اوکی و ما اصلا دو تای ما چهار تا نیست، ما مردم ما الان ترجیح میدن نقطه امن خودشونو رها بکنن، همونطوری که من شما آقا پیمان و آقا صادق عزیز ما نقطه امنمون رو رها کردیم. برای چی؟ هر کدوم به نوعی، به خاطری، به دلیلی. و اینو کی باعث شد؟ جمهوری صفاک و ننگین اسلامی باعث شد که ما نقطه امنی نداشته باشیم. یارو برای خودش وای میسه فکر میکنه میگه آقا من میخوام اینجا وایسم چیکار کنم، بگم آقا مثلا یا مقلب القلوب ولا الابصار وفلان وبالنهار، قابلش کن. من اینو نمیگم، میرم ترکیه اونجا بالاخره یه دونه ابسولوت میتونم بخورم، برای یه لیوان راکی میتونم بزنم برای خودم، یک گرنس میتونم برای خودم بخورم، چقدر آب و الکل کجا اصفهان بخورم آقا بره متوجهی، چقدر برم کولیبر مثلا برم اونجا آخر خط چیز بگی عرق بگیرم آقا ساده خنده میکنه یه رفیقم داره اونجا دکه داره فلافل میزنه داغانیم داغانیم. آره بعد خدمت شما عرض کنم که میرن آخوند ما رو به این مرحله رسوند، آخوند به این مرحله رسوند، اما اون دسته از عزیزانی که اعتقاد دارن که مثلا برن پابوس مثلا امام حسین و فلان اینا اوکی انیوی برن هر جا میخوان برن، اما این باز هم برمیگرده به آخوند. شاهنشاه آریامهر زمانی که نوروز باستانی فرا میرسید حال و هوای کشور کلن عوض میشد. شما اگر سخنرانی شاهنشاه آریامهر رو ته چند سال، من امروز داشتم گوش میکردم، مال چند سال رو گوش میکردم، هر سال یک نوید متفاوت به مردم میداد و هر سال یک
دگرگونی عجیبی در کشور رخ میداد و مردم رو سوق میداد که در منازل خوش مردم برن به دیدار پدر مادرشون، مردم برن به مهمانی، بره پیش خاله بزرگش، بره پیش عمو، بره پیش دایی. و این مراسم واقعا جذاب بود. پیمان زمان ما هم اینجوری بود تا یه حدودایی، چند ده 15 16 سال از بین رفته، 20 سال میتونم بگم از بین رفته، برای اینکه اگر در 20 سال گذشته هم بود، یعنی بعد انقلاب مثلا 15 16 الی 20 سال این باقی مونده بود، این یادگار شاهنشاه آریامهر بود که مونده بود و همین تتمه رو جمهوری اسلامی از بین برده. یارو الان مثلا میخواد بره خونه خاله، خاله نمیتونه پذیرایی بکنه، یک مهمانی نمیشه داد، برای اینکه شما نمیتونی خرج بکشی، خاله نمیتونه خرج تو بکشه، تو نمیتونی چهار تا ببین بازنشسته ها الان همه شرمنده ان. بازنشسته میگه اشکال نداره، پاسپورتمو برمیدارم میرم مرز مهران، از اون برم میرم آقا کربلا، یه 5 6 روز میمونم میام میگم کربلا بودم دیگه. چرا؟ براش ارزون تر تموم میشه، برای اینکه اگر فامیل و اقوام و نوه‌ها اینا بیان خونه‌شون، این پول نداره عیدی بده. دقیقاً. آقا یه دونه فسنجون نمیتونه درست بکنه، یه دونه همین با مرد مرغو نمیتونه برداره، یه دونه فسنجون درست بکنه، چخارتمه نمیتونه درست بکنه، برای اینکه این هزینه داره، همش باید دلش بزنه که آقا این امشب هم میخواد بمونه، این نهار الان نهار داره میمونه یا نه، برای نهار بخونه میره، با ترس و لرز تعارف میکنه. مهمان میاد، متوجهی؟ مهمان میاد، تو آجیلو میذاری جلوی مهمان، آقا بعد هی نگاه میکنی خدای این پسر نخوره، بره این بادام، این بادام رو نخوره، لامل سب نخوده بخور، این نخوده بخور. یعنی ببین خدا شایده قلب میخواد بیفته تو دهن، یعنی ببین باور بخواهم اینجوری ها. بعد مثلا میگه که حالا تشریف داشتین دیگه، حالا تشریف داشتین دیگه رو داره میگه، قلبه داره میزنه، نکنه این تشریف داشته باشه، برو دور شو. میدونی اینجوری واقعا، یعنی خب ترجیح میده بره، آقا میره میگه من میرم ترکیه، هم فال هم تماشا، اونم میگه من میرم کربلا، آقا یه امام حسینی میرم، بعد میرم بازار رضای کربلا دیگه، متوجهی؟ هر جای زیارتی یه بازار رضایی داره دیگه، میگه میرم بازار رضایی، یه بالاخره سوهانی میخرم، فلانی میخرم، یه چفیه یه گمجدانه میذارم کلم، یه عکسی میگیرم، متوجهی؟ خب این کی این کارو کرد؟ این مهمانی، این نوروزخانی، یادت دیگه سنت، این سنت های ما رو آخوندها از بین بردن و بچه های الانم واقعا اگه بشینی براشون تعریف کنی، براشون تعریف نشده است، میگه ای واقعا شما مثلا میرفتی خونه همدیگه سه شب میمونی، مهمانی میرفتی سه شبانه روز، نهار صبحانه شام نهار صبح میمونی، میگه یا آخه چطوری من تاوان نمیشه داد؟ الان یارو یک کیلو موز نمیتونه بخره. من نظرم اینه که شرایط بد معیشتی، مردم فکر میکنن این صفحا رو که میبینن فکر میکنن جیبشون پره دارن میرن، ولی من از یه دوربین دیگه به این قضیه نگاه کردم، گفتم آقا اینا پول ندارن دارن میرن، اینا بمونن خونه خرجشون بیشتره، دقیقا. چون باید برن مهمانی بدن فلان بسار، آقا نمیتونن. میدونی چی بهت میگم؟ ترکیه خرجی نداره، ترکیه لیر 1700 تومانه، متوجهی؟ تازه میرن اونجا ببین تونه ماهیشون رو میبرن، نون لواش میگیرن میبرن، گاز پیکنیکی اون پشته، ماشینم اون کاپیتاج میکنن قسطی، متوجهی؟ و آقای ایکس دیگه نام نمیخوام ببرم تبلیغات میشه، اون قسطی کاپیتاج میکنه، متوجهی؟ خب این میره اونجا، یه چادرم با خودشون میبرن، متوجهی؟ اگه شد چادر میزنن، نشد چه فراوان پانسیون تو وان پر از پانسیونه، تو وان بین وان تا استانبول این شهرهای کوچیک پر از پانسیونه، میرن یه پانسیون میگیرن سگ زندگی میکنن، این 13 روز آقا برمیگردن. اونی که میخواد بره آنتالیا بلیت بوک میکنه هتل 5 ستاره، اون داستانش فرق میکنه، اون داستانش اونها انگشت شمارن. این جمعیتی که اینجوری میبینی پشت مرز بازرگان وایستادن، همه دارن همدیگه رو خوشکوکون میزنن، ببخشید مثلا اینا دیگه واقعا، دیگه من واقعا نمیدونم چی بگم. صادق یه روایتی به صادق میخواد برای ما تعریف بکنه که الان پشت تلفن داشتی به من میگفتی، یکی از دوستان من
الان تو همین مسیر داستان هست، خب که میخواد به فرج برسه. اینو یه تعریف بکنید، الان چند روز راه افتاده، هنوز پشت مرزه. نگاه کن، امروز سه شنبه است، این بنده خدا شنبه حرکت کرده از تهران. خب یک شنبه شب، نه این دوشنبه صبح زود، ساعت 2 صبح رسیده. خب و حدودا 24 ساعت توی صف وایساده بود و من بهش زنگ زده بودم، میخواستم حالا احوال بپرسم. گفتش که صادق، من الان پشت جلوم حدودا 5 کیلومتر ماشین هستش، پشت سرم، تصویر با هم داشتیم صحبت میکنیم، میگه پشت سرم شاید حدودا 5 کیلومتر هم پشت سرم هستش، ما شاید 3 روز 4 روز اینجا تو راه هستیم، بعد نمیتونم برگردیم چون ماشینا هم پشت هم دیگه است دیگه. دیگه بچه‌ای که رفتن مرز دیگه میدونن ماشینا هم پشت هم دیگه است، شما دیگه اونجا دیگه نمیتونی تصمیم بگیری که آقا من میخوام برگردم، اصلا دیگه باید برگشتن، همین مسیر باید بری تا اون ته باید بری. بعد هوا هم سرد بود، بارندگی بود، الان توی تصاویری که ایران اینترنشنال هم پخش کرد هوا بارندگی هم بود، و ماشینایی که بودن مشخص بودن، ماشینای خیلی زیادی بودن که به قول فرشا کاپتاش میکنن قسطی و میان واسه خوشگذرانی. من از یک طرف دیگه ببینم این قضیه رو، میخوام ببینم اینکه شما توی این 13 روز عید نمیتونید با خانوادت بری بیرون. چرا؟ چون ماه رمضونه، شما نمیتونی بری یه کباب بزنی واسه خودت، نمیتونی با خانوادت بری یه مغازه یه تخمه بشکنی تو بلوار، یا مثلا توی یه فضای سبز یه تخمه بشکنی، یه آب نمیتونی بخوری، حالا مشروب اینا حالا بماند، نمیتونی این کارا رو بکنی تو ماه رمضان. الان ماه رمضان افتاد توی عید، 3 سال فکر کنم، یه 2 سال احتمال 90% 3 سال فکر میکنم ما این عید رو تو ماه رمضان داریم، هرچند میاد عقبتر اون 3 روز احیا هم میاد توی همین 13 روز عید و دیگه کوفتشون میشه مردم. خب یعنی یه جورایی رژیم کلن سنت های ما رو در این سالها واقعا نابود کرده. خب حالا خود مردم رو نابود کرده، زندگی ما رو نابود کرده، ذخایر فسیلی ما رو نابود کرده، مملکت ما رو نابود کرده، خانواده ها رو نابود کرده، همه به یک کنار. حرامزاده ها الان نوک پیکان این اسلام دروغینشون سنت های ما رو هم دارن نابود میکنن. ده. البته فرشاد هم اشاره خوبی داشت، شما هم اشاره خوبی کردی، راست میگی، من اصلا به این فکر نکرده بودم که تو این 13 روز هیچکی جرأت نداره بره بیرون. حالا اون بحث دعوت کردن حالا فرقی نمیکنه، طرف میخواست نهار دعوت بکنه نمیتونه، الان به هر حال افطاری باید دعوت بکنه و یه شام هم پشتش بده، زرق و برقش خیلی بیشتر از یه نهار بود قبلا. خب او افطار گرفتاری داره میان کلان بهش تو خوشگل زودی آمانیه شامی، اول شامی یه روز نداره ولی میاد میشینه سبزی خوردن، شامی چای شیرین پنیر خورما خورد تموم شد، بعد از اون خواب رشته خوشکار داره میاد با زولبیا با میاه و چایی خورد تموم شد، حالا پلو فسنجون زرش پلو با مرغ فلان، آقا ادامه پیدا میکنه، ساعت میشه 1 شب، بگه آقا دیگه نخوابیم سحری هم بزنیم دیگه، آقا سحرم میخورن، سحرم همون غذا رو دوباره میخورن، شکم بلار میکنه، میاد اینجا اینطوری متوجه یارو داره میترکه، داره منفجر، داره میخوره صابونه، داره خودشو میخوره، داره پاره میشه صابونه، داره جر میخوره، متوجه همون تو همون پا صبحانه میرسه میگه بعد گوی روزه کله گوش کنه نه، بعد میگه که آقا صبحانه چی بخوریم فلان، میگه آقا دیگه تو بده من برم حلیم بگیرم، میگه آقا حلیم ندارن که، برای حلیم، میگه نه برام میز درست میکنه اون باز اون داره اون پشت مثلا برای مشتری، میگه راست میگه، میگه بیا این دیگ، آقا حلیم هم میزنن، یعنی خرج سه برابره، متوجهی؟ ولی یه کار خیلی خوب کرد بهمان جان، صادق جان، یه جمهوری اسلامی کار خیلی خوبی کرد، واقعا من تشکر میکنم از عوامل جمهوری اسلامی، از اون بالا تا پایین، از اون آره، از اون بنیانگذارش که تو روح پرفتوهش خدمت شما عرض بکنم، آره کاری که جمهوری اسلامی در این 45 سال کرد و مردم از دین زده شدن و اسلام ناف محمدی رو به مردم شناسوند، واقعا هیچ کسی نمیتونست این کار رو بکنه. من یادم که قبلا یه دونه حرفی میزدم در مورد مثلا اماما و فلان از این حرفا، خب من زیاد تو پیج خودم زیاد چیز از این حرفا میزنم، معاندم دیگه، میدونی مفسد فلرزم دیگه،
واسه حرف قبلا خیلی مورد حجم قرار میگرفتم، الان همه با من همراهی میکنن. گاهی اوقات خودم به یارو میگم آقا خواهش میکنم باشه ببخش بودی. یعنی این واقعا این فرمسازی که من تشکر میکنم از عوامل زیرفت، مسئولین زیرفت که این کار کردن. نگاه یه اشاره خوبی کردی، بذار من یه مثالم بزنم. آقا ما یه روز اومدیم اینجا، من به این صادق گفتم که صادق دیگه میخوای بیای تو برنامه، واقعا خط فکری تو مشخص کن، جهت تو مشخص کن. مردم بعضیا میگن آه این ریش داره، اینها داره، نکنه عوامل جمهوری اسلامی باشه اینا. آقا اون روز ما صادق رو به راه راست هدایت کردیم، خلاصه ما رفتیم دنبال کار زندگیمون. شب اومدم، چون من خوابینیسته های شما رو دارم، پیجاتون رو دارم، همش هم چک میکنم، گفتم داستان فرشاد و این سفر مارکوپولویج رو دنبال میکنم، این داستان های صادق هم تو اینستا دنبال میکنم. آقا من اومدم خونه، خب میدونی که اینجا تو کار میکنی تا 4 بعد از ظهر تا میای خونه ده شب بده، نهار شام با هم خوری. خلاصه من اومدم اینجا قابلمه رو برداشتم، اومدم تا غذا بخورم دیم یا امام حسین صادق اون امام علی عکس بگردنه گذاشته اینجا. بعد گفتو چی گفتی صادق؟ من روز پدر و فلان. آقا من آب تو گلون گیر کردم. آقا من دلو کنم با بریدن دلو. این دوزش خیلی رفته بالا. زنگ زدم گفتم صادق، من گفتم جناتو مشخص کن. لام سر چوب. مثل که امام علی عالیه چرا میگیفتی؟ اون افسا حوتن. آره نام سب تو گفتی جنای سیاسی تو نه جنای مذهبی تو، تو دوری زدی ما رو برسونن فرودگاه امام، همونجا تناب و روبال فرودگاه. حالا خدا بیامرز زم و پم و اینا رو برداشتن بردن یه 6 روز خلاصه جلوی تلویزیونی 4 تا پلاغ گرش دی هیچی هشنه بدر امارا اون فرودگاه تو رو نمیذارم بریم گل ببرن که ما 3 نفر رو بخوان یه اینجوری بخوام بکنم. آره آرزوشون بگم. نگا من اتفاقا امسال می‌خواستم یه دعا بکنم، این جدی دارم میگم، الان بینندگانم دارن میبینن. نگا من واقعا یه جورایی به من الهام شده که در سال آینده الهام شده، خدا از زبان من جاری شده و گفته که سال آینده سال آینده این رژیم جنایتکار آخوندی واقعا سرنگون میشه. بعد میخواستم بگم که دوستان اگر واقعا دیدید که سال آینده یه جوری زیر آب ما رو زدن، سر ما رو زیر آب کردن، ما نبودیم، خلاصه شما جای ما یه دونه بشقاب خالی بنین، هر دو شما رو دعوت بکنن پلکباب و ملکباب گلپول هم بلا کنین، هر جا بشقاب گذاشتم غذا دارید میخواید بگه آه اینم جای پیمان فیفوتی جاش خالی. ما رو آقا جا نبندید، روحش شاد روپو فکرش، اما بمردیم بمردیم. ببین پیمان جان، ما هستیم تا آخرش هم هستیم، به کوری چشم دشمنانمون هستیم، بر اون عهدی که بستیم با مردم ملت شریف ایران، و تا روزی که باید وظیفه این وظیفه مبارزاتی خودمون رو که باید انجام بدیم انجام میدیم. فردای آزاد ایرانم، من کمدینم، صادق خبرنگاره، شما ژورنالیستی خبرنگاری فلانی، بازم صادق به من زنگ میزنه میگه بیا انزلی برنامه اجرا کن، پرسه جان فرمول خبری نیه خدایی پیمان. واسه همینجا بگم من هر موقع به فرشاد زنگ زدم تو اجرای برنامه ها همیشه پای کار بوده، بیشتر ما برنامه ها واسه سالمندان بوده دیگه، واسه سالمندان روز پدر نه اجرای عموم هم داشتی ساده تو ارشاد یاده منو کریم قربانی با هم اجرا کردیم یاده سالن به قدری پر شده بود ما دیگه در سالن رو بستیم، گفتیم آقا دیگه راه نمیدیم، یعنی شما تو سالن 260 نفره ما 400 نفر آدم جا داده بودیم، یعنی صندلی گذاشته بودیم، فرشاد تلکونده بود اون روز. نمیتونم گرد درود به شرفتون. نه آقا یکی از چیزهایی که تا الان یعنی استنباط من دارم خدمت رو عرض میکنم، تا الان نتونستن به ما گزند بزنن به این خاطری که ما واقعا دنبال جا و مکان و اینجور رتبه و ارزش و نمیدونم حزب و داستان نبودیم. اینکه فردا مثلا انقلابی بشه و این انقلاب زن زندگی آزادی به پیروزی برسه، شخص شاهزاده بیاد و اینها، ما بگیم من میخوام وزیر بشم، تو بگی من میخوام وکیل بشم و اینها، چون نبوده، ادعایی نداشتیم،
رژیم جنایتکار تا حالا نتونسته وصله ای بزنه. اون روح الله به زم خدا ببخش و بیامرزدش، روحش شاد باشه، من همیشه احترامش برام واجبه، همیشه هم به هر حال ما چند بار با هم ارتباطی داشتیم به توسط جناب آقای آرش شعای شهر چون با روح الله کار میکرد و اینها، ولی خب اون بنده خدا همیشه انتظار داشت که مثلا بعد از اینکه این رژیم سرنگون بشه وزیر ارشاد بشه، نه حالا ارشاد بیاد دیگه رئیس صدا و سیما رو دیگه باید بشه. اما من از اولم گفتم همان امی آرد علک بکدیم امی علکم آویزان نکدیم، آویزان نکدیم. واقعا ما اگر اتفاقی هم بیفته، من گفتم تنها آرزوم اینه که من برگردم به شهر خودم انزلی، چه میدونم همون ماهیگیری و همون یه دو سبای دیگه زنده بمونیم و بعد هوی آمان دف نکنه راحت تمام همین بشیم همین کار سر. خب ما اصلا نه ادعایی داریم فردا انقلابی بشه، این وظیفه ذاتی ماست به عنوان یک ایران، حالا ایرانی، حالا این خدای کنار قلب ما یک انرژی به ما داده، حالا ما میتونیم بیان جلوی. من ولی یه درخواست دارم جان، من یه درخواست من وزیر ارشاد نمیخوام، نه فقط وزیر ارشاد، نه اصلا من وزیر ارشاد نیستم، نه من یه دفعه وزیر ارشاد دیو هفت نفر که اون سقطی جام جام بوده تو بود هفت نفر جام جام. من صادق، من اگه وزیر ارشادم بگم تنها کسی که جواب جا کنه حامد آهنگی. آره من یه چیزی رو فرض خدمت شما عرض می‌کنم، ببخشید من درخواستو نگفتم، همون درخواست یه دونه تو من دارم، یک درخواست فقط بعد داشته باشید. شما در مورد این اسمی که نام بردید و این آقای آهنگی و اینا، من فقط یه چیزی بگم، حالا نمیدونم خود شما هم فکر کنم استحصار دارید، دوستان هم میدونستن، من سال 1374 بود، من مدیر پخش بودم، مدیر پخش شبکه با شبکه باران رو ما راه انداختیم، اون موقع صبح جمعه با شما بود و نمیدونم یه سری برنامه‌ها داشتیم و اینها. بعد که دقیقاً بعد که با آقای سهری اومدن گفتن این شبکه رو راه بندازیم، خیلی از بچه‌ها حسین توسلی و نمیدونم مهرداد اسیمی و این بچه‌ها رو ما جمع کردیم، شبکه رو راه اندازی کردیم. حالا یه مدت آقای نوروزی قبلا مدیر پخش بودن و ایشون کسالت پیدا کردن، مسئولیتشو دادن به ما، گفتن آقا تو این شبکه باشی. بعد اون موقع روح رضا نظری شاد، من واقعا ایشون رو به عنوان یک اسطوره در انزلی، اصلا در کشور، خیلی واقعا بعضی ها هنرمندن، بعضی ها فقط شما رو نگاه میکنن شما لذت میبرید، خب ولی بعضی ها واقعا بیمزن، مثل این پسر آهنگی که هر چقدر میخوان مزه بریزن شما بیشتر چندشتون میشه. یه روزی دم در جناب آقای گلباقی حراست دم در بود، زنگ زد به من گفت آقای بهبودی یه چند نفر اومدن شما رو ببینن، در میان اینها یه چند نفر، یعنی اون چند نفر مثل امثال اون آهنگی و یکی دو تا اون بچه‌ای بودن که همین طنز انزلی و اینا کار میکردن و این آقا نمیشناخت، فقط رضا نظری رو میشناخت، گفت که با آقای رضا نظری اومدن میخوان شما رو ببینن، اجازه هست؟ گفتم آره، چوری که اینا بگید بلند شن بیام. اون طبقه بالا اون ساختمون قدیمی، الان ساختمون جدیده، حالا ما یه اتاقی داشتیم و اینها اومدن و ما از اینها پذیرایی کردیم و رضا نظری برگشت گفت که آقا بهبودی تو رو خدا با این آقای حراست علیزاده اون موقع رفت و سرهنگ کریمی اومد و حالا ما یه دوستی با هم داشتیم، گفت اگه میشه مثلا به این آقا بگید که به حالا منم که ممنوع التصویر کردن و اینها نمیذارن من توی یه زمانی بود که یه برنامه ازش پخش میشد، میگفت که قاسم ندایی، باقری ندایی، این اون برنامهش بعد از اون متاسفانه حالا دستهایی بود، همیشه حسادت بوده دیگه، ایشون رو زدند و ایشون ممنوع تصویر شد. میگه حالا من آمدم که منو که ممنوع تصویر کردید، آمدم به سادت این بچه ای عبچو بکنم، همین آهنگیو. خب من میخوام اینو به شما بگم که یک آدم چقدر باید رگ و ریشه دار باشه که حالا با اینکه خودش رو این ممنوع تصویر کرد، اون آمده بود از کسی داشت حمایت میکرد، و یک آدم چقدر باید ریشش تو آب و حرامزاده باشه که وقتی منی که میام ضمانت یکی رو میکنم، بعد اون یکی میاد زیر آب من رو پیشه یکی دیگه میزنه. درست یک ماه بعد که حالا ما سهه گذاشتیم گفتیم باشه یه سری برنامه‌های کوتاه نمیدونم طنز و اینها رو به اون آقای الحلبی گفتیم که آقای حلبی این آقای آهنگی رو استفاده کن، گفت آقا این اصلا به درد نمی، گفتم حالا. بعد جالبه من یک روز تو راه رو آمدم این برنامه پخش شد، ایشون منو دید، همین آقای آهنگی، واقعا هم کاری نبود. الان من نمیدونم دیگه قحط و رجاله که تو تلویزیون ها من اینو میبینم تو کشور و اینها، یعنی واقعا قحط و رجاله که یه همچین افرادی الان شدن مثلا لیدر جمهوری اسلامی، تو سیما آمدن تابلو شدن. این آقا من تو راه رو دید، برگشت گفت که این پیمان بهبودی رو میبینم، یعنی آمد پشت رضا نظری خدا بیامرز داشت زیر آب اون رو میزد. بعد من فقط یه چیز بهش گفتم، گفتم آقای آهنگی
این آقای رضا نظری که الان شما دارید در موردش حرف میزنید که اینا تو انزلی بعد از اینکه برنامه اجرا میکنن پشت صحنه آن کارها میکنن، این همون آقایی نبود که یک ماه پیش دست شما رو گرفت آورد پیش من گفت که اجازه بدید ایشون؟ حالا اون لطفشون بود، ولی میخواستم بگم اگر رد صلاحیت شده آقای بهبودی به هر حال بچه‌های اطلاعات میدونید در چه آمد خودش رو مثلا، این از همون موقع من فهمیدم که این واقعا یک جورایی خصوصیات خواهی مال شدن و خصوصیات آدم فروشی رو داره که حالا امروز میبینی داره مزدش رو از امثال علی خامنه‌ای میگیره که خب اینا میدونی که مقطعی هم دیگه، این آبشار این چیزهایی هست تو حوضچه هایی هست، این آبشارهایی که میگن خیلی سریع میره تا اوج ولی سریع هم برمیگرده، اینها مثالشون یک همچین چیزیه که الان شما یه لحظه گفتید من یادم آمد گفتم این رو بگم بد نیست. خب من در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. خدمت شما عرض بکنم که البته اگر یک تایمی باشه من پرونده آقای حامد آهنگی 0 تا 100 به شما خواهم گفت که چه اتفاقی افتاد که این آدم به این مرحله رسید، الان به اینجا رسید که من گفتیم مولتی میلیاردره الان. خب یعنی یه باشگاه بیلیارد فقط در تهران داره که فکر کنم الان 200-250 میلیارد تومان پولشه. خب و حالا بگذاریم، من یه درخواست در فردای آزاد ایران دارم، من بچه استاد سرای رشتم، من دهنه محل اونها عرق فروشی آره من میخوام عرق فروشی بزنم، عرق بدم با هات داگ، متوجه؟ آره. اما میزنم که بابا نه خب میزنه پنیر فکونم بره نگاه پنیر پیتزا نگاه حالا یه چیزی من بهت بگم. درسته من انزالی چی هستم، ولی من 4 سال تو استاد سرا زندگی کردم، تا دوستان پاداش ستوده اونجا هستن به شما نمیرسه. نه اتفاقا من نگاه کن، من نگاه کن، نه در اینجا من بگم پاداش ستوده عرق اما تامین بودیم نگاه بیننده ما هستن و من خبر دارم میرن میدونی که اینا چندین برادر هستن و اینها واقعا بچه من هستن اینجا بهشون سلام میگم، واقعا درشون هم میگم، اینها واقعا یه جورایی تأمین میکردن یه منطقه کلن رشت و واقعا هم باید درود فرادت پدرشون فکران دیگه در قید حیات نیستن، باید درود فرستاد به شرف اون پدر که به هر حال تو این وضعیت بد، حالا من دیدید که بعضی وقتا میگم که پایتخت عرق‌سگی ایران کوچه اصفهان، خب بله بله درود بله. به برا بچه‌های کوچه اصفهان، درود به شرفشون دمشون هم گرم، چون من احساس میکنم اینها نصف مردم استان گیلان رو شاد میکنن با همین پخش و تکثیر مشروبات الکلی، حالا از نوع عرق‌سگی، خب عرق‌سگی سگ شرف داره به ابسولوت و بابسولوت و اینهایی که بله. این میفروشن، چون اونها میدونه که به اون دیگا و فلان و اینا، من یک بار رفتم اونجا همه چیز از نزدیک دیدم، یعنی اصلا پیامبر اکرم فرموده بود که دستان بخورید و بیاید کمید و ببرید نه میدونی که محمد گفته بود که بر تقدیر دستمزد به کارگر تا قبل اینکه عرقش خوش شده خوش نشده باید بدی، متوجهی؟ و منم ما میگم که بچه های کوچه سوان رو همون لحظه که عرق میگیری باید همون لحظه پولشونو بدی و بوس هم بزنی بر دستانشون، واقعا. چون واقعا عرق کشمشه و عرقی که میدن واقعا من تشکر ویژه میکنم از تک تک اون افراد. آقا بچه های پشت صحنه به من اشاره میکنن ما امشب این تعیین افزایش 35% حقوق کارگران خیلی ظاهرا اذیت و آزار کرده و واقعا هم شلوغ کرده، میگم در اول برنامه ما گفتیم دیگه خودشون دارن باعث میشن که سرنگونیشون درش تعجیل به وجود بیاد، اینو از من میکن که چون الان برام فرستادن اینو من بخونم خب بعد ادامه برنامه رو داشته باشیم. تعیین افزایش 35% حداقل حقوق کارگران برای سال 1403 بدون امضای نماینده کارگران، نگاه خیلی ها نمایندگان کارگران غر کردن رفتن بیرون، بعد اینا خودشون تعیین افزایش قیمت رو کردن امضا کردن گفتن اعمال بکنید، در تمام دنیا، در تمام دنیا که میدونید سندیکاهای کارگری تو دنیا اسخای میکنم شما که گفتید اعمال بکنید من یاد ایماله افتادم، اینا بیشتر ایماله میکنن، اعمال نمیکنن، اینا ایماله میکنن و واقعا هم الان کردن. خب شما آخه اینا خودشون اومدن میگن که آقا ما در سال آینده یعنی در سال 1403
که تو لایحه بودجه خودشون که الان تو مجلس هست پیش بینی کردن که ما 3 تا جهش افزایش تورمی داریم. خب هر رامزاده ها وقتی شما 3 تا افزایش تورمی دارید که خودتون هم 40% رو در نظر گرفتید، بعد چجوری افزایش قیمت 35% به حقوق کارگران دادید؟ خبرگزاری ایلنا میگه که حداقل حقوق کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری در جلسه شورای عالی کار تصویب شد. در جلسه امشب شورای عالی کار که به موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1403 تا ساعتی پس از بامداد در جریان است، ظاهرا 2 ضلع نمایندگان دولت و کارفرمایان بر روی افزایش حقوق به نتیجه رسیده اند و قرار است بدون امضای نمایندگان کارگری عدد تعیین شده را اعلام کنند. ظاهرا افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده 35% تعیین شده است و این عدد مورد تایید اعضای کارگری شورای عالی کار نیست. گویا دولت به افزایش بیش از 35% حداقل مزد رضایت نداده است. این دولت تورم با چقدر پیمان؟ تورم با چقدر میشه؟ تورم 200%. 200%. واقعا. تورم نگاه ما که اینجا نباید دروغ به خورد مردم بدیم و اینجا خیلی چه میدونم آنکات شده حرف بزنیم. همین الانش تو این 20 روز من پریشب بود با فرشاد حرف میزدم تو برنامه، گفتم آها همین الان این بر سال این یک ماه منتهی به پایان سال همین الان 100% افزایش پیدا کرده. آقا امروز بچهای ما تو رادیو تلگرام کنسرت‌های ماهی گذاشته بودن که دزدیر بهش زده بودن. نگاه این فاجعه است، این زشت، این عیب، این قباحت داره. ولی خب این رژیم جنایتکار که اینجور چیزا حالیش نمیشه. رئیسی با پررویی هرچه تمامتر دوباره پریشب آمد تو تلویزیون برگشت که ما تو تمام شاخص ها افزایش داشتیم. من نمیدونم این تو هاپارا زندگی میکنه، تو آسمون ها زندگی میکنه، این اصلا خبر زمین رو انگار نداره. واقعا وضعیت خیلی به هم ریخته. هم حبوبات رو امروز دوباره من میگم اصلا مرضم اینه، من قیمت ها رو از اقصی نقاط کشور میگیرم. امروز دوباره حبوبات افزایش پیدا کرد. ما رمزون دیگه، مردم میخوان یه آشی بذارن تو این 13 روز، خب بخسته آشا بخورید. حبوبات گرون شد، یعنی نمیتونن واقعا مردم توان. سبزی هم گرون شد. ببین سبزی، من خبر دارم، خبر خیلی موثق، سبزی یهو 3 برابر شد. 2 برابر نه، یهو 3 برابر شد. یعنی خود میدان تره بار، اون کسی که سبزی میاره مثلا تخس میکنه تو میدان تره بار از تهران، اون اصلا من با این داشتم امروز حرف میزدم، میگو اصلا من نمیدونم امسال کار بکنم یا نه، ببندم جمع کنم برم. اصلا سبزی 3 برابر شد، نمیتونه یارو بخره، تربچه رو نمیتونه بخره، شاهی رو نمیتونه بخره، عرصه رو بر مردم تنگ کردن. واقعا من نمیفهمم نگاه یادتونه تو گیلان، حالا این پنیری که مردم میخونن میگن حالا پنیر تبریزی یا همین پنیر دولتی و پگاه و اینا، شما پنیر تاله شادتونه، سوراخ‌های روغنی و فلان، خبر دارید قیمت چند شده الان؟ پنیر سیامیزگی دیگه. دقیقا که بهش بگن پنیر تالش. من فکر میکنم که پنیر سیامیزگی الان، نمیدونم دقیقا، ولی فکر میکنم الان باید کیلوی 500 هزار تومان باشه. الان شده کیلوی 700 هزار تومان. روغنی ها شده دارم میگم. گفتی 300 تومان، من 2 سال پیش خریده بودم کیلوی 350 تومان، گفتی الان 500 تومان. من 2 سال پیش خریده بودم 700 تومان شده. ولی پیمان بعد از عید هم من امروز یه چیز زیرنویس بچه واسه من فرستادن که نرخ سوم 12 هزار تومانی بنزین هم داره تصدیق میشه. بله. نگاه 9000 تومانی و 12000 تومانی. من خبر موثق دارم. من جدولشو بهت میدم، یادم رفت برات بفرستم. بنزین تا 18000 تومان میرسه. یعنی شما از یه جایی به بعد میخوای بنزین بزنی دیگه باید 18 تومانی بزنی. میگه آقا این مقدار زدی، اوکی تمام، 9 تومان 12 تومان، الان بیا 18 تومانی بزن. حالا تو با استمپ کار میکنی، تو تاکسی، به من ربط نداره، تو بنزین رو باید 18 تومان بزنی. آره خب حالا به نظر کار شما با این اوصاف سنگ روی سنگ بند خواهد آمد؟ خیلی خوبه. این اتفاق خیلی خوبه تا یه اتفاقی باید بیافته، مردم خود خودشون تکون بدن. این همون خود براندازیه. نگاه دولت چاره ای نداره چون پولی نداره. اینا ببخشید عذر میخوام، این که میان به ظاهر به ملت میگن همه چیز آرومه، شما آسوده بخوابید، ما اینجا هستیم، گندگوزی بیش نیست. اینها کفتیرشون به تایید دیگ خورده. اینها همین دستور علی خامنه ای اینها رو بدبخت کرد، جنگ بین اسرائیل و غزه.
اینا دار و ندارشون رو فرستادن اونجا. شما فکر میکنید پشتیبانی جنگ لوجستیک تو سه تا جبهه به همین آسونیه؟ الان واقعا حماس، عراق، نیابتی های جمهوری اسلامی در عراق و سوریه. البته خامنه ای یه سور بدی به فلسطینی ها زد، یعنی واقعا یه رکب عجیبی زد بهشون. گفتش که به اینا گفت آقا فلز ها برید بزنید اسرائیل را، پروردگارا این بسیار صد دهانه است. آره آقا اینا رفتن سر نیمه های را، خامنه ای گفت به من چه گفت آقا به ما بسر بده فلان بده، ما رو کشتن اسیر کردن فلان داریم، خامنه ای گفت به تو خواهم خود رو رو اینجا این ایدئوله. آقا حرف از پنیر زدی، واقعا مرا بواسطه، یعنی پنیر سیامزیکی الان اون صادق دو سال پیش خورد، من و تو سال هاست نخوردیم دیگه اونو، متوجه اونو دیگه برای پنیر دیگه برای صادق ببین صادق اینجا یه شما خب آقا جقیقی رو میگم بیاد آقا امروز جقیقی وارد تلگرام شد، من امروز واسه من اومد جوین تلگرام وارد تلگرام شد تو چه موی تلگرام هوا او شون نیست تو تازه موی تلگرام آقا این پنیر رو، این پنیر سیامیزیکی رو که ما دیگه نمیتونیم بخوریم، دوستان عزیزی که دارن لایو رو نگاه میکنن در کشورهای معاند یعنی غربی که ما هستیم یه پنیری وجود داره پنیر کیری، یعنی این آبیه، جلد آبیه. باید بخوردم من. آره من یه روز اول تازه اومده بودم بعد از این نانخون رقص رسیده بودم آقا خلاصه رفتم لیدل، رفتم توی لیدل فرمانجا گفتم برای یه عجب فروشگاهیه فلان، پول نداشتم خیلی داغم بودم، نان یه دو تا نون میخواستم بخرم با پنیر بخورم، رفتم دیدم چون غذای کم پر نمیشد خورد دیگه میدونی، اما رفتم دیدم گفتم پنیر بگیرم، یهو دیدم توی اون یخچال نوشته کیری 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 پنیر کیری بایدن نه بایدن توضیح بدید به بیننده های از اونایی که الان تو اروپا هستن میدونن داستان چیه. عزیزان یه برندی هست تو آلمان، این بچه هم اینجا هستن چون میدونن داستان چیه، یه برنده اسم برند هست پنیر کیری. حالا این چون معنیش اینجا یه چیزی دیگه، معنیش آره. کشور ما که همون یکی الان همه تو نه تو ایران هم می آوردن، تو ایران می آوردن اسمش کیبی بود، کیبی متوجه. من همیشه فکر میکردم این کیبیه، وقتی که اومدم اینجا باورهای من فرو ریخت، دیدم این اصلا بابا این پنیر اسمش کیریه ولی واقعا این پنیر کیری برخلاف پنیر خانواده من نشو خوردن، آقا سر سفره نشو خوردن واقعا نشو خوردن بیدی، برخلاف اسمش که کیریه ولی خودش پنیر خوبیه واقعا. مثلا شما مهمون دارید تو خونه صبحانه صرف میکنید بعد از شما میپرسه عجب پنیر خوشمزه یه اسمش چیه، شما چی میگید؟ میگم کیری، پنیر کیری. فکر کن مهمانم از ایران اومده متوجهی نمیدونه پنیر رو میخوره میگه فرشا جون عجب پنیری خریدی، و اسم این پنیری چیه؟ میگم بخور آقا کیریه. امان از برند غربی، امان از برند غربی. عجب حضور شما. حالا اینجا تو آلمان یه سری اصطلاحاتی هست، خیلی عذر میخوام ببخشید، اصطلاحات کاملا از منظر ما ایرانی ها بی ادبانه. تو چی میگن؟ به مشتری چی میگن؟ به مشتری میگن کنده. آقا مثلا من یک اون مشتری بانک سپه بودم میدونی؟ یعنی من نمیدونم، من کنده بانک سپه بودم واقعا. البته این اصطلاحی که تو آلمان میگن، خب یا مثلا میخوای طرف رو بوست بکنی میگن ببخشی، یه چیز دیگه میگن آنها نمیشه اینا کس میگن، کس میگن، کس میگن. ببین آقا باید چند یه لحظه بیست پلی بسید الان پیمان که یکی نمیشه گفت، نمیشه گفت خب، اما دوستان بوشم الان اون استیدیو میگن بوشم الان دادم چوب بکنم بودم یه تو خواهمات رد لایم و سلامت بودی الان بگید نمیشه گفت، نمیشه گفت. من همیشه خب نه توجه داشته باشید، من همیشه حرفایی که میزنم
دیگه اونا رو اصطلاحات رو نه اینکه فرو بکنن بیرون آوردن این کرد این کرد درست، ولی من عملا دیگه چیزایی که الان فرشاد نامبرد رو دیگه نام نمیبرم. ببین پیمان صادق جان، پیمان نرمدگان گونه نرمدگان نه این خب این واقعیتیه دوستان. ببینید این زبانشونه آقا، مشتری به زبان انگلیسی میشه customer. I am customer، من یک مشتری هم. به آلمانی میشه ایش بین کنده، من کنده هستم، من مشتری هستم، ولی واقعا من کنده نیستم. نگاه کنید من یه چیزی هم بذارید امشب اینجا بخونم، چون خیلی از بینندگان عزیز ما تو مخصوصا تو این یوتیوب ما تو برنامه ما از بچهای استان استان فارس هستن، مشخصا شیراز هستن. ده. امروز استقبال عجیب غریبی از هادی چوپان شد. دوستان عزیز من قربون قد و بالاتون بشم، واقعا مراقب قهرمانتون باشید، مراقب قهرمان استانتون باشید. نگاه کنید جمهوری اسلامی در این سالها به همه فهمون، به همه مشخص کرد که جز خودشون رو هیچ کس رو نمیتونن ببینن. نگاه کنین عادل فردوسی پور رو یه جور ترور شخصیت کردن، گذاشتنش کنار. علی کریمی، علی دایی، دیگر عزیزان، آقای انصاریان رو چجوری سرش رو زیر آب کردن، واقعا محبوب دلها بود. آقای میناوند اون فوتبالیست خوشنام رو چجوری ترورش کردن. اینا ترورهای بیولوژیک عزیزان من، خیلی مراقبش باشید. من امروز دیدم که ایشون این طرف یک قهرمانه، یک بدنسازه. ایشون که هیچ وقت یک سیاست مدار و یک بحث سیکوریتی و حفاظت و اینجور چیزها رو بلد نیست، اینو شما باید مراقبش باشید. من امروز دیدم هزار نفر امروز اینو بهش نزدیک شدن، بهش دست مالیدن رو ترور بیولوژیک این رژیم جنایتکار بخواد انجام بده. خیلی راحت میتونه یکی از نیروهای که معمولا هم سپاه این کارا رو میکنه، راحت یکی رو بفرسته یک دست فقط بهش بزنه، کافیه دست بزنه، چند ساعت بعد ایشون دچار حمله تنفسی میشه، حمله قلبی میشه، بعدم خدا اون روز رو نیاره. شما یه قهرمانی داری که اصلا دولتی ها رو، حکومتی ها رو به تخم خودش هم حساب نمیکنه و همیشه هم گفته همه کس و کار من مردم هستن. درست حرفایی رو که ایشون داره میزنه، اون خدا بیامرز تختی میزد، درست حرفایی رو ایشون داره میزنه که همین چند سال پیش مرحوم حجازی میزد، اینا همه مورد غضب حکومت قرار گرفتن. من امروز ذره نگران شدم. مراقبش باشید، حفاظتش بکنید. شما شیرازی های با شرف، شما استان فارسی های با شرف، به هر حال این شخصیتیه که داره به کشور ایران شخصیت میده. یعنی یک بار جایی نرفته که پرچم این خرچنگ نشان این حرامزاده ها رو ببره بالا. بفرما جان. اجازه خواهش میکنم. میخوان دست بزنن، یه نفر بفرستن دست بزنن، مثلا خانوما رو میفرستن؟ نه چرا خانوما رو بدون، اگر میفرستن که من برای من ترور بیولوژیک کنم. خانوما رو نمیدونم. پیمان من آخر برنامه برنامه هم تموم شد، چرا حرف نمیزنی؟ من فقط خودشون سیخ بایستیدن دارن برنامه رو نگاه میکنن رنگ روش و حالا عباد. من فقط آخر برنامه چی بگم پیمان؟ جان بگو عزیزم. من آخر برنامه چی بگم؟ نمیخواستم آخر برنامه رو غمگین تموم کنم، ولی میخواستم یه تسلیت بگم به خانواده علیرضا خواهی که جوان معترض بندر گزی که متاسفانه بعد از اینکه از زندان آزاد شد خودکشی کرد. لعنت به رژیم جنایتکار. راستی ما تبریک بگیم به تمام خانواده های شهدای راه آزادی، همین انقلاب زن زندگی آزادی. درود به شرف شما که چنین فرزندانی رو تقدیم ایران کردید. مطمئن باشید در فردای پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی، ما تمثال یکی از این فرزندان رو در سردر شهرهامون طراحی خواهیم کرد و همیشه به یاد اینها خواهیم بود و نامشون و یادشون همیشه در قلب ما خواهد بود. فرشاد تو هم دیگه 30 سال بله. خواهش من هم به نوبه خودم از تمامی مادران و پدران داغدار دلجویی میکنم و همدردی میکنم. امیدوارم امسال حرکتی بشه که قدری دلهاشون آروم بگیره و تمام قد بهشون احترام میذاریم. واقعا واژه‌ای نیست که ما باشون اونچنان که باید همدردی بکنیم. دستاشون رو میبوسم فقط همین، و یک بار دیگه تبریک میگم به تمام ملت شریف ایران. سال چی رو؟ سال 2583 شاهنشاهی. درود به شرف شما، خیلی حال کردیم. مراقب خودتون باشید. سال نوتون هم مبارک. بدرود. شبتون هم بخیر. بدرود.